بحث درباره آزادی بیان در جوامع مختلف نیاز به بررسی دقیق و شناخت کامل فرهنگ، سنت و دین این جوامع دارد چون ادیان چارچوب مشخصی دارند و خلاف این چارچوب به عنوان سرباز زدن از آن دین محسوب می شود مشکل است که بتوان رابطه دوستی بین آزادی بیان و ادیان مطرح کرد بیدلیل نیست که از آن به عنوان محدودیت های دینی نام میبرند شاید بهتر است که با توجه به شناختی که ما از ادیان داریم و تعریفی که از آزادی بیان مطرح کردیم به این سؤال کلیدی بپردازیم که آیا می توان به ارزش های دینی انتقاد کرد؟ رابطه دین با آزادی بیان چگونه است؟ ببینید اون چیزی که من اون مطلبی که گفتم تمام قرون وسطا رو توضیح دادیم خصلت اون زمان خصلت مذهبی است یعنی در اندیشه های آگوستینو در اندیشه های گریگوری اونها جهان را در یک مثلث نگاه می کنند که در رأس این مثلث یک نیروی متافیزیک قرار دارد و در دو گوشه دیگر این مثلث یعنی انسان و طبیعت است اون تفکر آینی می گوید که اون ای که در بالا قرار دارد و هستی از آن اوست پس هم طبیعت و هم انسان خالق همون نیروی متافیزیک هستند پس نه این انسان می تواند اراده ای داشته باشد در آزادی چرا که آزادی و وابسته به یک نیروی متافیزیک است و طبیعت هم مثل موضوع موضوع او هم در ید قدرت نیروی متافیزیکی است بنابر این تمام آیین ها یا تمام ادیان خدا محور اگر اشتباه نکرده باشم در آزادی بیان را وابسته میدارن به آزادی اراده یک نیروی متمرکز ولی ما میدونیم آزادی بیان یکی از همچون که در تعریف اول گفتیم بدون دخالت دیگری صورت میگیرد و آزادی بیان شامل آزادی اراده انسان هم, هم نیست اما دین به دلیل اون کنسپت هایی که در درون خودش وجود دارد این آزادی را همچنان که آگوستینو میگه چه آزادی عقل و چه آزادی ذهن باشد به ارتداد و به کفر یا به گناه راه پیدا می کند بنابراین این دو مطلب در برابر هم قرار می گیرند و این بستگی دارد آیا در بنیادهای دین مثل ولتر مثلا می توان رفورم کرد یا نه ولی آزادی بیان همچنان که گفته شد در همون پروسه صورت می گیرد پروسه فکر و بعد پروسه انتقال آن از راه از راه از ابزارهای رسانه‌ای یا دیداری شنیداری و گفتاری و بعد به جامعه میآید و به نیروی مادی تبدیل می شود که بتواند جامعه را با تغییر روبرو بسازد خب دین به نظر من همیشه یک عامل بازدارنده آزادی بیان بوده و به ویژه دینی که دین سیاسی هست ما حالا خودمون تجربه کردیم به طور مثال اسلام سیاسی همیشه محدود کننده و حتی سرکوب کننده آزادی بیان بوده ما هیچ موقع دینی که مشوق آزادی بیان بوده باشه و مدافع آزادی بیان بوده باشه نداشت ببینید من عرض کردم به لحاظ نقد نقد و بررسی و تحلیل تحلیل هر چیزی هیچ مرز و محدودی به نظر من رسمیت نداره یعنی شما آزادین تمام ادیان ایدئولوژی ها سیاست ها رفتار کردار و گفتار و مکتوبات هر نوع نظام و سیستم و هر نوع ایدئولوژی و دین و مرامی رو نقد کنید تحلیل کنید بررسی کنید هیچ خط قرمزی وجود نداره شما اگر به معروف شخصی معتقده که خدا هست و خدا برایش مقدس دست نیافتنی اون مشکل من نیست مشکل این آغاست یا مشکل اون خانومه من اجازه دارم به عنوان یک انسان تمام آنچه که در جامعه بشری به اندیشه وجود داره همه رو نقد کنم تحلیل کنم و نظر خودم بدم این ورای توهین و اهانته یعنی من اجازه ندارم به شخصی که باورمند به با عقیده و ایدئولوژی توهین کنم و در واقع با الفاظ بعد یا اونو متهم به دروغگویی کنم اونو متهم به هر چی حال توهین نه ولی نقد و بررسی به نظر من هیچ محدوده و مرزی اصلا نداره و شما آزادین هر چیزی و هر آنچه که به اسم ایدئولوژی باور مرام و در حوزه اندیشه انسانی رو شما میتونید نقد کنید و حق مسلم شماست و هر نوع ایجاد مانع برای شما در واقع مسلما نقض آزادی بیان استش ببینید از نظر من که آدم سکولاری هستم میشه در مورد دینم صحبت کرد ولی بدون بی احترامی به عقاید دینی دیگران یعنی من میتونم یک دینی رو زیر سوال ببرم ولی نه با ادبیاتی که باعث عکس العمل از طرف کسانی میشه که نسبت به اون دین اعتقاد دارند باید اونجا مرز تو مغز آدم وقتی صحبت میکنه مرز بین بی احترامی و انتقاد خیلی مشخص باشه یعنی این انتقادش به بی به اعتقادات دیگران نیانجامه با این انتقاد بله باید انتقاد بشه راحت از دین انتقاد کرد ولی بدون بی به عقاید دیگران من میتونم بگم من با مثلا با هجاب مخالفم ولی نمیتونم بی احترامی کنم به کسانی که هجاب میبرند بگم همه اونا که حجاب سرشونه اینطوری هستن یا اونطوری هستن میتونم بگم آقا به نظر من حجاب خوب نیست و یک دلایلی بیارم بدون اینکه بی احترامی کنم بی احترامی به عقاید دینی مردم نتیجه خوبی تو هیچ تو تاریخ نشون داده هیچ جا نتیجه خوبی نداده من خودم معتقدم که چرا که نه اولا شما خود به پیدایش این ادیان ببینین همشون در انتقاد به دین ادیان قبلی به وجود اومدن اگر خودشون برای خودشون این حق و قائلن و یه چیزی که خیلی مشخص است میگویند حضرت ابراهیم رفت و های کافران را شکست با خشونت از بین برد و اگه ما قرار باشه که اگر این کارو نمی‌کرد طبیعتا یه اون مسائلی که به هر حال در اسطوره ها و روایت دینی وجود داره به وجود نمی اومد خودم هیچ چیز مقدسی در هیچ زمینه دینی، ایدئولوژیک، سیاسی یا ادبی قائل نیستم. چرا که نه؟ برای اینکه به هر حال اون هم اگر قبول بکنیم که بخشی از فرهنگ جامعه رو میسازن ادیان و در جامعه حضور دارند حالا ما خواهان جدای دین از دولت هستیم اون به کنار ولی دین که از جامعه هست که نمیشه هست باید قابلیت انتقاد و قابلیت این رو داشته باشن که به اونها هم به اون ارزش برای اون پیروان اون دین ارزش محسوب میشه مثلا شما هجاب رو در نظر بگیرید ولی برای یک مسیحی که ارزش یا برای یک بودایی که ارزش حساب نمیشه چرا که نه به نظر من اتفاقا باز کردن راه زیر سوال بردن یا انتقاد کردن و یا حتی شوخی کردن با ارزش های دینی بیشتر سبب مدارا و بالا بردن فرهنگ تولرانس میشه تا اینکه ما دورش رو ببندیم و این رو به یک امر مقدس تبدیل کنیم و اجازه ندیم کسی بهش بگه بالای چشمت ابروه و اگر همچنین کاری رو کرد با خشونت با کشدار و یا با قتل روبرو بشه چرا که نه دین هیچ, رابطهای رابطه با آزادی بیان نداره به نظر من دین یه چارچوب تعیین میکنه برای همه بلا استثنا که باید این چارچوب رو رعایت بکنن فرقی هم نمیکنه چه اسلام باشه چه مسیحیت باشه چه یهودیت باشه چه زرتشتیگری باشه تنها در واقع آینهایی که کاری با آزادی بیان نداشتن آینهای طبیعی بودن که مال انسان اصر حجر بوده در واقع ولی این ادیان دی... الهی به قول معروف ادیان آسمانی همشون یه چارچوب اومدن که یک چارچوب تعیین بکنن که شما خارج از اون چارچوب حرکت نکنی و چیزی که اتفاقا چارچوب اونا رو میشکنه آزادی بیانه یعنی بزرگترین دشمنی رو مذهب ها دین ها همیشه با آزادی بیان داشتن اگر در این جوامع غربی ما امروز یه بخشی از آزادی بیان رو میبینیم به خاطر اینکه که در جریان دوران روشنگری و رونسانس تونستن کلیسه ها رو از زندگی اجتماعی مردم بیرون کنن از زندگی سیاسی مردم بیرون کنن و یا نه شما برید مشغول عبادات خودتون باشید و به مسئله شخصی شخصی عبادی مردم برسید به کار قانونگذاری و اجرای قانون کاری نداشته باشید و یا یعنی در همین اروپا آدم ها ب... کپرنیک رو چه برای سرش آوردن به خاطر اینکه اومد گفت مثلا زمین به دور خورشید میگرده و برعکس نیست یعنی اینه که در همین جوامه هم تا قرون وسطا شما آزادی بیان مقایر مذهب بوده و سرکوب میکردن الان هم فرقه های مذهبی هستن که مانع آزادی بیان میشن مثل شاهدان یهوه که بچه هاشون رو نمیذارن هر کتابی بخونن یا یعنی هر چیزی فیلمی ببینن هر روزنامه ای بخونن باید مطابق مقررات اون عمل بکن دین به نظر من یکی از بزرگترین موانع آزادی بیان و اصلا رشد بشریت یک مسئله است که دین در حیطه شخصی باد باقی بمونه وقتی دین وارد حیطه اجتماعی بشه و وارد حیطه قانونگذاری بشه مشکل اونجا پیش میان من میتونم من شخصا مخالف اینم مثلا تعدد همسرم قانون به نظر من باید اون چیزی که جامعه تصفیب میکنه حقوق همه جامعه رو در نظر میگیره تصفیب بشه نمیتونه بر پای دین باشه مشکل وقتی پیش میاد که دین قانون بشه قانون مدنی بشه به عنوان مثال خب بقیه اگه بخوایم مقایسه کنیم به عنوان مثال مسیحیان روزهای جمعه گوشت نباید بخورن باید ماهی بخورن اگه میخوان پروتئین مصرف کن ولی هیچ کشور مسیحی قانون تعیین نکرده که روز جمعه فروش و مصرف گوشت ممنوعه مسیحیانی که اعتقاد دارن گوشت نمیخورن اونایی که اعتقاد ندارن میخورن مونتا بدبختانه تو کشورهای اسلامی دین و تبدیل به قانون مدنی کردن یعنی اگر مذهب اسلام صرف مشروبات الکلی رو ممنوع میکنه واسه هواداران اسلام تو کشور اسلامی کسی هم که به اسلام اعتقاد نداره نمیتونه مشروب بخوره این نه آقا شما نخور قانون دینه ولی نمیتونی تمام جامعه رو شامل کنی مسئله یه مقدار یه سری قوانین هم هست که با گذشت چندین قرن چارده قرن اگر در مورد اسلام صحبت کنیم با جامعه امروز تطابق ندارن تطبیق ندارن خب چارده قرن پیش زندگی تفاوت چارده قرن پیش مثلا حقوق بشر هیچ جا وجود نداشت نه تو جوامع اسلامی اصلا چیزی به نام حقوق بشر وجود نداشت 100 سال پیش هم وجود نداشت ما نمیتونیم بگیم که چون 1400 سال پیش حقوق بشری وجود نداشته ما امروز هم نباید حقوق بشر داشته باشیم چون در اسلام پیشبینی نشده نه حقوق بشر میگم تو مسیحیت هم پیشبینی نشده تو یهودیت هم پیشبینی نشده تو دین زرتشتی هم پیشبینی نشده برای اینکه اون زمان اصلا چیزی به نام حقوق بشر شکنجه یک زمانی عادی بود اعدام یک زمانی عادی بود خیلی چیز کم نداشت امروز عادی نیست هیچ کدوم از اینها شکنجه حتی تو کشورهای اسلامی هم تو اکثرشون طبق قانون ممنوع شده بنابراین نمیشه گفت چیزهایی که مربوط به چند قرن پیش هستند و باید امروز اجرا کرد چون تو مذهب اومده و مذهب باید مذهب در خودش بازنگری کنه و خودش رو تطویق ده کاری که مسیحیت حدود 300-400 سال پیش شروع کرد و امروز به اونجا رسید و من فکر میکنم اسلام هم باید شروع کنه باز نگری بکنه و قوانینش رو تطبیق بده با جامعه امروزی و قوانین مذهبی رو قانون دینی ندونه خوشبختانه اولین کشور اسلامی تونس در این روزها داره سر قانون اساسی جدیدش کلمه ای که قانون اساسی و قوانین کشور منشهشون در اسلام رو خط زدن از توی قانون اساسی جدیدشون با وجود که میگن اسلام دین رسمی کشور هست ولی دین رسمی کشوری ولی تو قوانین با چیز دیگری باشن با منشه از خواستای جامعه باشن و اون سطحی که جامعه توش قرار داره این دوتا رو باید اصلا متمایز کنیم اون وقت مسائل دینی باعث مشکل نمیشن مثلا در نظر بگیرید مسیحیت رو دین حضرت عیسی رو حضرت مریم رو چقدر فیلم یا برنامه می سازید که اینها را حتی به سخره می گیرند با تنز باشون برخورد می کنند هیچ اتفاقی هم تو این جوامعی که پیرو ادیان به دین مسیح هستن نمی افته. چرا این تولرانس و این بردباری رو مسلمان ها از هر فرقی نداشته باشند یا در مورد مثلا کتاب سلمان رشدی شما ببینید بسیاری از مسلمان ها چنین برخوردی رو که اون زمان در پاکستان یا فتوای قتل آقای به اصطلاح آقای خمینی صادر شد رو نه جدی گرفتن نه این دلیل نمیشه که مثلا اینها کمتر مسلمانن ولی اونایی که با خشونت میان تو خیابون خیلی خیلی مسلمانن نه این فقط نشونه این هستش که اون کسانی که با خشونت وارد چنین به برخوردی میشن و یا نمیتونن تحمل بکنن که به دینشون چیزی گفته بشه یا نقدی بشه یا کاریکاتوری کشیده بشه و یا جور دیگری مطرح بشه اینها کم تحملند و اون فرهنگ مدارا و مدارا رو در خودشون پرورش ندادن و اتفاقا با این حاله مقدس کشیدن به دور دین و خودشون میخوان خودشون رو حفظ بکنن جهان امروز چنین چیزی رو نمیپذیره اگر چنین کاری رو بکنن ممکنه اصلا با خشونت به طرف حس و یا روی گردانی بشه شما در ایران میبینید که چقدر به ویژه نسل های جوان از اسلام روی برمیگردونند یا بیدین میشن یا به ادیان دیگه روی میارند. اساسا فرهنگ نقش مؤثری در شکل گیری روابط و مناسبات افراد یک جامعه با خود و با خارج از خود دارد. گستردگی موضوع فرهنگ، اختلافات فرهنگی و سنتی در بسیاری از موارد بیشتر از اینکه به همگرایی جوامع مختلف منجر شود، به واگرایی و اختلاف و گاهی هم به جنگ منجر شده است. تا کجا تفاوت مفهومی بعضی از مسائل اجتماعی مانع و صد راه آزادی بیان شده است؟ نقش فرهنگ در آزادی بیان چیست؟ آیا مخالفت با تولیدات فرهنگی، هنری و اجتماعی که هدف نقادانه دارند نقض آزادی بیان است؟ بله فرهنگ ما در بحثی که فکر بکنم من تعریف فرهنگ رو خیلی کوتاه گفتم در بحث در بحث اقلیت ها مسلم هست فرهنگ آزادی بیان خود یکی از مهمترین و, و پیچیده ترین در این حال برای, برای گسترش آزادی بیان است بدون این فرهنگ که مجموعی است از در واقع نشانه هایی ما تعریف کردیم که این نشانه هایی است که در واقع تأمین کننده رفتار انسان هاست و خود باستابی از از احساس و احساسات و احساس ذاتی و یا و یا انسان ها و این در آزادی بیان این فرهنگ بسیار تأثیر گذار است و بدون فرهنگ آزادی بیان و بدون این که ما آزادی بیان رو از چه زاوی میبینیم می و چقدر این آزادی بیان میتواند به رشد جامعه کمک بکند قابل بررسی است و درش فکر نمی کنم که مخالفتی باشد خب به نظر من مهم هم این, این موضوع هست که واقعاً در جامعه فرهنگی به وجود بیاد که انسان ها همدیگر رو در واقع با همدیگه برابر بدونن و چون این موضوع فقط به موضوع اتنیک ها بر نمی گرده. این مثلا شما می بینید که خیلی از شهرهای دیگه تو ایران هم تو همین فرهنگ هست و شاید و هر حال بخشن هم آگاهانه در زمانهایی به وجود اومده به خاطر ایجاد همین تفاوت ها و نقار ها در بین مردم و این مرس ها رو هم در نویده و دیگه هم کنترلش دست کسی نیست یعنی تبدیل شده اصلا به یک فرهنگ و با این فرهنگ باید با فرهنگ به نظر من مبارزه کرد ضمن اینکه برای مبارزه با این فرهنگ باید پشتیبانی های قانونی رو هم فراهم کرد طبیعی فرهنگ نقش داره سنت ها نقش داره روابط اجتماعی عادات اجتماعی نقش داره در ایجاد محدودیت ها ولی ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اگر امروز در ایران دین از سیاست جدا شد همه مشکلات بلا فاصله حل بشه این آغاز یک رونده هر اتفاقی توی جامعه تو زندگی اجتماعی انسان ها، آغاز یک رونده اگر یک روزی دین از سیاست جدا بشه ما روند احترام به حقوق بشر احترام به آزادی فردی و قانون مند کردن اینها رو میتونیم تازه شروع بکنیم الان شما مثلا فرض کنید که در جمهوری اسلامی در مجلس شیشم اگر اشتباه نکنم لایحه قانون مطبوعات قرار بود تصریب بشه خب این لایه قانون مطبوعات رو یه عده کارشناسان و نخبگان نشسته بودن در چارچوب همین نظام تدوین کرده بودن برای که تعریف کنن که هر معمور وزارت ارشاد نتونه سانسور کنه بلکه در چارچوب این کار اعمال بشه آه؟ یعنی مرس ها رو مشخص میکردن که هم روزنامه بدونه تا کجا میتونه بره هم قانونگذار و مجری قانون بدونه کجا میتونه دخالت بکنه خب آقای ای یک حکم حکومتی صادر کردن جلوش رو گرفتن بنابراین تا زمانی که مذهب حاکم هست بر سرنوشت مردم شما صحبت از آزادی بیان و قوانین عرفی به طور کلی آزادی بیان یه مسئله عرفی یه مسئله مذهبی نیست و در چارچوب قوانین عرفی میشه این رو تعریف کرد و حتی محدود کرد تا زمانی که حکومت مذهبی مستقر هست شما از قوانین عرفی اصولا نمیتونی حرف بزنید خب این هم یه نظریه تا نظریه که به نظر من توجیه میکنه خیلی از مسائل رو قرون وسطا رو اروپا داشت خاورمیانه نداشت اتفاقا اگر به خصوص با این جریاناتی که در این روزها داره اتفاق میفته ما نگاه بکنیم مثلا یهود ستیزی یا درگیری های مذهبی در اروپا همیشه وجود داشته نه در خاورمیانه برای مثال در کشور خود ما که اون ایران قدیم رو در نظر بگیریم با اون وسعتی که داشت یا تا اونجایی که من میتونم بر اساس اون چیزی که خوندم در تاریخ وجود داره به مراجعه بکنیم میبینیم که به اصطلاح درگیری های مذهبی بین پیروان اتفاقا خیلی خیلی هم زیاد بوده پیروان این ادیان و اینا وجود نداشته درسته به اصطلاح حمله اعراب مسلمان به کشورهای دیگه اونها در یه چارچوب دیگه ای قرار میگیرن اما یعنی همیشه باید بین اونهایی که حکومت میکنن و خود جامعه تفاوت قائل شد. درگیری هایی که حکومت ها تحمیل می کنند ممکنه وجود داشته اما در خود جامعه چنین درگیری های مذهبی بین ساکنان اون منطقه وجود نداشته. دو نکته رو فکر میکنم در اینجا باید بهش توجه داشت یکی اینکه اگر در اروپا به این شکل پیش رفت اولا اونا تجربه کشورهای دیگه ای رو پیش چشم نداشتن ما داریم ما خود اروپا رو داریم و تجربه اینها رو میتونیم استفاده بکنیم و هیچ دلیلی نداره که به قول معروف میگن چرخ و دوباره اختراع کرد یا مثلا اینها در علوم دیگه ما چنین تزی رو به کار نمیبریم مثلا بگیم که عمل قلب و تو ایران حالا پزشکا اونا رو همه رو ول بکنن بیان خودشون دوباره ببینن چه جوری میشه قلب و عمل کرد از این های تجربه میگیریم از همین روند سیاسی و اجتماعی هم میتونیم از تجربهشون استفاده بکنیم نکته بعدی این هستش که به صلاح در خود کشورهای خاور میانه ارتبا... انقلاب تکنولوژیک و به ارتبا... صلاح ارتباط بین جهان به شکلی شده که خب اون زمان وجود نداشته الان شما نمیتونید به صلاح همین موضوع آزادی بیان یه موضوع مدرنه مگر ما در تاریخمون نمیدونم این رو به اون شکل اروپا پیش بردیم که حالا فقط در همین مورد دموکراسی و به صلاح موضوع راندن دین به عرصه خصوصی بیایم بگیم که باید چون اونها این چنین رانسانسی رو داشتن خاور میانه هم به این شکل پیش ببره نه من فکر میکنم که خاور میانه اتفاقا با توجه به امکاناتی که امروز در اختیار همگان قرار گرفته با, با اون مسئله که شما مطرح کردید موضوع آموزش و یک سیستمی که بتونه این جوامع رو به این به صلاح فرهنگ و مناسبات جدید هدایت بکنه به راحتی میتونن بدون اینکه اون پروسه طولانی خاور میان معذرت اروپا رو پشت سر بگذارن از تجارب اینا استفاده بکنن به خصوص اینکه این دستاورد اروپایی یک دستاورد بشریه به هر حال اینجا اتفاق افتاده ولی خب دستاوردیه که همه آدم ها در سر و جهان میتونن ازش استفاده بکنن نه اون که در خاور میانه پیش میاد به نظرم یک سری منافع سیاسی و اقتصادی دیگری پشتش خوابیده که متاسفانه هم حکومت های فاسد و نالایق اون منطقه و هم روشنفکران ضعیف اون منطقه نشون دادن که نمیتونن فعلا این تحولات اجتماعی رو که خواهناخا روی میده و یا نارضایتی های مردم رو در اون جوامع به راه درستی هدایت بکنند به تعداد انسان های روی زمین افکار و عقاید وجود آدم ها اصلا زیباییشون این هست که افکار متفاوتی داشته باشن نه اینکه فرمیزه بشن و یک شکل باشن و یک فکر باشن خب اینها طبیعیه که مشکل ایجاد میکنه هر چقدر که جامعه به صلاح پیش رفته تر باشه سطح فرهنگ در اون بالاتر باشه ابزارهای ارتباطات ابزارهای روشنگری و آگاهی بخشی و کسب آگاهی درش بیشتر باشه این مشکلات هم کمتر میشه در جواب ما مشکلات خیلی زیاد هست من با متاسفانه باید بگم که جامعه ایران امروز نسبت به سی سال پیش عقب رفته پیش نرفته یعنی محدودیت ها خیلی بیشتر شده حتی در ناخداگاه ما حتی در ناخودآگاه ما محدودیت ها بیشتر بسیار بیشتر شده مثلا فرض کنید که نگاه جنسیتی به زن وحشتناک بیشتر شده من موقعی که جوان بودم در ایران قبل از این انقلاب اسلامی خب اغلب میرفتم شمال کنار دریا های ایرانی میومدن دخترها می میومدن با بیکینی بسیار راحت برای خودشون شنا میکردن میومدن بیرون تو ساحل قدم میزدن مردها هم قدم میزدن ممکن بود یه آدم دله و لوده ای پیدا بشه یه متلکی هم بگه ولی کسی تعرض به اینا نمی کرد و اون نگاه جنسیتی وحشتناک و بیمار و مازوخیستی هم به اینا نمی شود. اینا راحت بودن آزاد بودن تنگناها و محدودیت که به وجود اومد این نگاه جنسیتی رو به شدت تحریک کرد تنگناها و محدودیت هایی که به وجود اومد در مسیر آزادی بیان یک زبان دریده وقیه فخاش حتاک رو در جامعه ما رواج داد در نتیجه هر چقدر که جامعه به سمت آزادی آزاد به سمت یعنی آزادتر باشه راحتتر باشه با خودش فرهنگش بهتر رشد میکنه و از لودگی و وقاحت و بیپرانسیبی بیشتر دور میشه تا اینکه نزدیک برخلاف تصور آدمهای سنتی که فکر کنن آزادی هر و مرج ایجاد میکنه به نظر من آزادی اخلاق ایجاد میکنه یعنی شما در دامن آزادی هست که میآموزی که رفتار اجتماعی خود تو تنظیم بکنی در دامن سانسور چنین چیزی نمیاموزی بیشتر تحریک میشی یاقی میشی و میخوای بیشتر قانون شکنی بکنی در واقع وقتی محدود هستی من فکر می کنم که در آزادی بیان مثل هر مسئله دیگری باید فرهنگ سازی هم کرد ببینید دو بخش داره هر مقوله رو آدم میخواد جا بندازه دو بخش داره یکی <تصفیح> تصفیه قوانینیه که قانونمند میکنن این چیزها رو یکی تغییر فرهنگ جامعه است واسه اینکه بپذیره این قانون رو مون تا همیشه بحث بوده این بحث مرغ و تخم مرغه که باید اول فرهنگ سازی کرد بعد قوانین عوض کرد یا اول قوانین عوض کرد و در پیامد اون فرهنگ سازی کرد تجربه شخصی من در سالهایی که تو یک از کشور من بیش از سه دهه تو کشور ایتالیا زندگی کردم اونجا من دیدم خیلی قوانین وقتی توسط شدن فرهنگ مردمم در پیامدش عوض شد چند تا مثال میرم حالا یکیش عمدتا این بود که تا 20 خورده سال پیش تجاوز به زنان زنی که بهش تجاوز شده بود حق شکایت نداشت چون این یک مسئله بود تجاوز یک نوع زیر پا گذاشتن اخلاق جامعه بود بنابراین دادستان شکایت میکرد بعد از یه مدت قانون عوض کردن کردن که زنم به عنوان شخص سالسی که به قول معروف به حقوقش تجاوز شده صدمه دیده حق شکایت داره خب این محکومیت رو خیلی بالا برد برای کسی که تجاوز میکنه فرهنگ جامعه در از سال تغییر کرد به خاطر این قانون جدید بنابراین به نظر من اگر قوانین دولت ها یک سری قوانینی رو تصفیب کنند عملا فرهنگ بعد جامعه فرهنگش تغییر پیدا میکنه در چارچوب این قوانین بنابراین به نظر من باید هر دوتا باشه ولی اول باید قانون تصویش بخش پیشرفته جامعه طبقه سیاسی جامعه باید این آگاهی رو داشته باشه که این قوانین عوض کنه و جرأت و شامت سیاسی شو که عوض بکنه اگرچه فرهنگ غالب نیست یک مثال دیگه میارم در فرانسه زمانی که اعدام حذف شد فقط 34 درصد جامعه موافق حذف اعدام بود ولی مجلس اون کشور اعدام حذف کرد قوانین که 60 خورده درصد موافق اعدام بودن خب امروز تو فرانسه اگر نظر سنجی بکنن 70 80 درصد مخالف اعدامن این در پیامد این تغییر بوده بنابراین این تغییر قانون و تغییر فرهنگ باید به نوعی متناسب با هم تعویض بشن تا مسئله تو جامعه جا بیفته فرهنگ اه 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 یک سیستم پویا و دینامیکه فرهنگ یک چیز بسته نیست فرهنگ یک چیز غیرقابل تغییر و ثابت نیست شما نمیتونین بگین که فرهنگ امروز مثلا میگم جامعه کردها همون فرهنگی که 2000 سال پیش هزار سال پیش داشتن از بد و مثلا تشکیل جامعه به اسم جامعه کرد و کردستان و این در اروپا هم همینه شما در اروپای قرون وسطا میبینید که در واقع هر نوع انتقاد کوچیکی و نقد کوچیکی از مذهب و مسیحیت باعث بشه شما رو حتی بسوزونن و جرم جادوگری رو به شما اتهام جادوگری رو به شما بدن و شما رو بسوزونن و ما دیدیم ولی الان آیا جامعه اروپایی و دنیای در واقع آزاد آیا اینجوریه؟ آیا فرهنگ الان شما موقع یکی نه خب الان میشه گفت آزادترین و در واقع دموکراتیک ترین جامعه جهان رو تشکیل میدن در حالی که 400 سال 500 سال پیش دو قرون وسطی اصلا همچی خبری نبود خب اینه که به این لحاظ بگم بله فرهنگ تاثیرگذار هست اما اولا فرهنگ پویاس یا یعنی خود دینامیکه به نظر من یعنی در خودش یواش تولید و باستولید میکنه و در این تولید و باستولید خیلی وقتا در واقع یک سری الیمنت ها و اناسرش از دست میده جایگزین میکنه و در واقع در فرایند باستولیدی خودش به نظر من آروم آروم پیشرفت هم میکنه و تغییر پیدا میکنه و در واقع به عقب برنمیگرده. گرده من معتقدم فرهنگ به عقب بر اما در این وسط وقتی بحث آزادی بیان است و ارتباطش با فرهنگ شما نمیتونید یک عنصر دیگه عنصر سوم دیگه رو به اسم دولت و حاکمیت یا رژیم در واقع حاکم رو مد نظر قرار ندین ببینید فرهنگی که در یک جامعه اعمال میشه بخشیش تحت تاثیر بخشش شاید عمدش تحت تاثیر حاکمیت حاکمیت پول داره ابزارهای در واقع تبلیغی داره زور داره و از همه این امکانات استفاده میکنن در جهت در واقع اون ترویج فرهنگی که خودش میخواد مبانی فرهنگی خودش میخواد حالا این ببخشید ببینید در کشورهای که حکومت توتالیتری رو تمامیت خواهند دارن حکومت های استبدادی دارن مثل جمهوری اسلامی ایران خب بیشتر خودشون نشون یعنی دولت بیشتر خودش رو میکنه برای ماندگاری خودش نوع خاصی رو از فرهنگ در واقع در جامعه ترویج میده خب حالا این فرهنگ چیه در یک حکومت استبدادی این فرهنگ باید یه جوری باشه یک سری خطوط قرمز رو تعریف میکنن اینو به خورد مردم میدن و این جا میفته تو فرهنگ مردم خیلی وقتا اگرچه به صورت جدی ولی به حال نمیشه انکار کرد در ذهن و روح شهروندا جای میگیره که مثلا اگر آقای ایکس به دین من توهین نه حتی اگر دین و مبانی دینی من رو زیر سوال برد اون کافر اون باید گرفتش کشتش شکنجهش تا زندانش انداخت و این به در نزد باورمندان دینی در جامعه مثل ایران که شدیدا تحت تاثیر حکومت هستن خب خیلی نمود پیدا میکنه اینی که فرهنگ قطعا تاثیر گذاره ولی عرض کردم بیشتر در جوامع توتالیتر و تمامیت خواه این فرهنگ تحت تاثیر حاکمیت برای تولید و باز تولید یک سری خطوط قرمز و محدودیت ها در واقع و در جوامع مثلا باز میشه گفت این فرهنگ تاثیرش مثبت و در خودش خودش باز تولید میکنه در واقع در فرهنگ های غربی این مبانی اعتقاد به مبانی آزادی و دموکراسی رو در واقع خودش اون فرهنگ در فرهنگ غربی در واقع خودش رو تولید میکنه و خب نقش خیلی مثبتی داره اونجا. تا به امروز هم به رغم تاثیرات سنت، فرهنگ و دین جامعه بشری مجموعه دستاوردهای خود را از برخورد فرهنگ ها و تمدن های مختلف به دست آورده است. برخورد خسمانه تحصابامیز و, و ستیز جویی با فرهنگ ها و تمدن های دیگر تغییر ایجاد نمی کند و در نهایت امر نمی تواند در برابر تسلط حق مقاومت کند و اندیشه یا فرهنگی که بکوشد با قدرت حقانیتی برای خود به وجود آورد منجر به شکست است. قدرت اکثریت فرهنگی بخشی از جامعه بر اقلیت‌های موجود در جوامع غیر و حتی دموکراتیک مناسبات رفتاری این جوامع را دستخوش تغییر و تحولات گسترده‌ای کرده است. به این موضوع اگر رشد تکنولوژی، پیشرفت علم و آموزش را اضافه کنیم، باید شاهد درگیری‌های کمتری در رابطه با زندگی خصوصی بشر باشیم. اما روزانه خلاف این موضوع در گوشه و کنار زمین تولید و باز تولید می شود که منجر به خشونت و گاهی جنگ میان فرهنگ ها و کشورهای مختلف می شود. حال باید پرسید که با وجود تفاوت های فرهنگی، رنگارنگی و گستردگی مفاهیم متعدد در زندگی آدمی آیا تمسخر و ساختن جوک ها می تواند بخشی از آزادی بیان تعریف شود؟ اگر ما اون چارچوب نگاه بکنیم جوکس اگر از از چارچوب خلاقیت بهش نگاه بکنیم یعنی خلاقیت در آزادی یعنی آزادی خلاقیت که من آزاد هستم بتوانم چیزی را خلق بکنم و با لایه تن صحبت بکنم به نظر من نه تنها این بد نیست بلکه کمک میکند از طریق زن که از طریق تنز که از جانرهای هنری است کمک بشود که بعضی از لایه هایی را که من میتوانم با انتقاد تند از خود قبول نکنم بلکه با تنز آنها را به من نشان بدهند و قبول بکنم و این انتقادها را ازش استقبال بکنم اما اینجا هست اینجا که شما میگوید چه کسی میگوید که این آزادی بیان این آزادی مثلا ساختن جکا یا ساختن لطیفه ها را اونو محدود میکند من ارز کردم که اگر یک سیست همیشه روی این فرض این مف مفروض ها صحبت می این را قانونی معین می کند و این قانون باید در در با توجه به ویژگی های یک جامعه با توجه به اخلاقیات یک جامعه با توجه به سنت یک جامعه که اینا در واقع ناشی می شود و تدوین و مورد اجرا بگذارد مثلا شما اگر نگاه بکنید فردی میآید که کتاب مسلمانان را میخواهد بسوزاند خیلی خوب در اون جامعه این آزادی هست اما در بخشی دیگری از جامعه مردم به هیجان می آیند. چرا که به اعتقادات آنها توهین شده است ممکن است خود این جامعه ای که به اعتقاداتشون یا در معرض توهین قرار گرفته است حتی مثلا کتاب قرآن را هم نخوانده باشند یا مثلا کسانی که فرض کنید آیت الله خمینی که سلمان رشدی را بهش فتوا میدهد که او را به قتل برسانند کسانی که اصلا کتاب را نخوندند ولی سرشون رو پایین میندازن و حاضرن او را بکشن در مقابل مبالغی یا شاید بعضی هم باشن که اصلا هیچ مبلغی را دریافت طلب نکنن بر صورت این بر می گردد به اون فکر بکنم به دو مطلب به دو سوی هستی که اون بستر فرهنگی است و دیگری اون قوانی نیست که در کشورها در واقع تدوین می شود خب به حال این وجود داره این مخصوص ایرانی هم نیست شما در همین آلمان هم میبینید برلینیا کلنیا رو مسخره میکنن آلمانیا هلندیا رو مسخره کنند. در همه کشورها این آمریکایی ها کانادایی ها رو مسخره کنند. این وجود داره چیزی شما ببینید آدمی زاد و این هفتاد میلیون مثلا جمعیت ایران هشتاد میلیون جمعیت آلمان دویست و خورده نزدیک سیصد میلیون جمعیت آمریکا و کانادا روی هم دیگه شما این آدم ها رو اینا ماشین که نیستن که شما نمیتونید اینا رو کنترل بکنید حتی قانون هم بگذارید بگید مثلا ممنون نکنید این کار رو این پیش میاد در این حال جوامع یک مناسبات درونی هم بین خودشون دارند و این تنز و این چیز به صلاح مسخره کردن هم دیگه و اینها بخشی از این فرهنگ هست ممکنه من و شما بپسندیم یا نپسندیم ممکنه من و شما درش مشارکت بکنیم یا نکنیم اما نمیتونید مانعش بشید برای اینکه مانع شدن این جور چیزها یعنی شما دیگه خیلی خیلی دخالت میکنه توی یک روابطی که اصلا ربطی نه به دولت نه به یه حزب نه به یه حکومت نداره اما اون بخشی که به تحقیر بخشی از جامعه حالا زیر دین زیر عنوان قوم یا زیر عنوان این شهر و اون شهر میپردازه و یا نفرت پراکنی میکنه به نظر من با اونها باید به صلاح به نوعی من نمیدونم الان یعنی مورد مشخص باید وجود داشته باشه یعنی وقتی برمیگردیم میگه آلمانی ها فاشیستن و اینو توی روزنامه می نویسید خب اینو کسی در برابرش ساکت نمیشینه این آزادی بیان نیست یا مثلا فاشیستا اونازیا بیان بگن خارجی ها همه عقب افتادن و اصلا شعور این رو ندارن که بخوان کاری بکنن خب اینها توی چارچوب قرار میگیره که قابل قبول نیست به نظر من باید یک به موارد مشخصی رو در نظر گرفت و با همون موارد مشخص هم برخورد کرد اما به طور کلی این موضوعی که شما مطرح کردید در همه جا وجود داره و اینکه خوب هست یا بد هست نمیدونم ولی یه واقعیتی هست که وجود داره و گمان نمیکنم هیچ دولتی هم بتونه بیاد بگه شما در همین برنامه تلویزیون آلمان میبینید چطوری هلندیا رو از لحجه شون گرفته تا مثلا انگلیسی حرف زدنشون یا موارد دیگه مسخره میکنن شوخی هایی که آدم ها حال بین خودشون دارن ملل بین خودشون دارن اما وقتی به نفرت پراکنی و تحقیر منجر ممکنه بشه خب اونجا یه رو زیر پا میذاره خب قطعا توهین توهین به عنوان یک در واقع روشی اون چیزی که الان در مورد مسئله ملی در ایران مطرح است، به عنوان توهین توهین جمعی به یک ملتی هست که این در حوزه نجات پرستی به نظر من میگنجه صرفا با مفاهیم اخلاقی نمیشه توضیحش داد این قطعا مزموم هست و یک به نظر من یکی از عواملی است که باعث تشدید نفاق و جدایی بین ملیتهای مختلف توی ایران شده با این قطعا باید مبارزه کرد ولی بیشتر راه مبارزش مطرح است یعنی به چه شکل در واقع باید مبارزه کرد خب یک مبارزه منع قانونی هست که به وجود ورد باید به وجود ورد یک نوع مبارزه مسئله فرهنگ سازی هست و این مهم است که این واقعا ملیت های مختلف به همدیگر احترام بگذارند و بدون اینی که قانون اینها رو منع کنه از این روش های غیر اخلاقی غیر در واقع انسانی دوری به, به نظر من هیچ چیزی رو قبل از انتشار نباید سانسور کرد چون هر, هر موقعی که یک گروهی یا یک تشکیلاتی یا یک حکومتی به سمت این میره که تصمیم بگیره که چه چیزی مجاز است چه چیزی مجاز نیست به شعور به صلاح جمعی جامعه توهین کرده من فکر میکنم مردم خودشون دارای در نهایت به لحاظ تاریخی دارای این شعور هستند که خوب و بد رو از هم تفکیک میکنن تشخیص میدن و اون چیزی که خوب نیست رواج نگه نمیدارن حتی اول میریزن دور مثلا به قول شما جوک قومی ده ساله که جوک قومی استفاده میشه اولا همه جوکهای قومی توهین و تحقیر نیست مثلا فرض کنید که در مورد اسفهانی ها مثلا به خاطر اینکه قومی یا شهری هست یا مردمی هستن که به اقتصادی حواسشون جمع هست چون کارگرن چون به صنعتگر بودن تولید کننده بودن اکثر جوکایی که برای اسپانیا گفته میشه اسپانیا خوششون هم میاد یعنی تأیید این حالتشون هست بخش جا بعضیش هم هست که مثلا خوب ناراحت کننده است مثلا دیه خیلی خصیص خس, خس بودن اینا رو مطرح میکنن اولا بین شوخی و جدی باید تمایز قائل شد به نظر من یه بخشی از این حساسیت ها نسبت به جوک ها زیاده یعنی ناشی از اینه که ما متاسفانه در جامعهمون عادت به تنز نکردیم شما مثلا در اروپا میبینی که یک کاریکاتوریست میاد مثل کاریکاتوری میکشه که خانوم مرکل داره از ما تحت آقای بوش میاد بیرون خیلی راحت این هم تو کارنوال بزرگ میکنن اندازه ساختمون چهار طبقه تو خیابونا حرکت میدن دیدیم دیگه چیز شده هیچ کسی هم نراد نمیشه خانم مرکل هم اعتراض نمیکنه ما تحت آقای بوش هم درد نمیاد یعنی جامعه عادت داره به انتقاد تو هم با تنز جامعه ما عادت نداره به خاطر این حساسیتاش هم یه مقدار زیاده ولی من خودم جوکای به قومی رو به قول معروف زیاد خوشم نمیاد ازش تازگی من میگم یه بسیجی من به شخص خودم معتقدم که نه این شوخی ها به هیچ وجه بد نیست و شامل همون قوانین آزادی بیان میشه ببینید به عنوان مثال من یک شخصیت سیاسی مثلا مملکتی هم به عنوان یک شخص در رأس حکومت قرار دارم یا یک وزیرم یا برحال عضو پارلمان هستم یا هر چی ببینید مسئولیت و جایگاه سیاسی که برای من تعریف میشه به لحاظ اینکه خب امکان امکان این امکان دارم اعمال قدرت بکنم همین بذات در سطح جامعه و اینم مختص شرق نیست در غرب هم هست یعنی تمام فرهنگ ها اینو دارن ناخداغا در برابر حجمه مردم قرار میگیرن مثلا عوام و خواه نخواه یک چیزایی رو به من نسبت میدن کاریکاتوری در موردم شاید بعضی وقتا فکر کنن منظورم یعنی شاید راحت عرض ارز کنم اینجوری یعنی یک بود از من تبدیل به یک بود یک شخصیت کاریکاتوریک میشه برای دیگران و من فکر نمی کنم این به هیچ وجه ایرادی داشته باشه و اصلا اشکالی در این نمیبینم یعنی به نظر من اگر زمان یک حکومت صرفاً یک شخص یا اشخاصی رو به دلیل اینکه در ارتباط در تفسیر خودشون از یک شخص حکومتی از کلمات مثلا شوخ و تنزی استفاده کردن یا حالا خودمونی تر بگم جوکی ساختن بخواد اینو تختعه کنه یا در واقع با مجازات این شخص رو مواجه کنه به نظر من اون نقض آزادی بیان و قطعا مستاقش مستاق نقض آزادی بیان اینطوری کنم خدمت این سوال خیلی سخته واقعا یعنی شما نمیتونی هیچ جوری یه جایی بگی اینجا از اینجا این قضاوت درست هست یا غلط هست ولی من باز تاکید میکنم که به نظر من خرد جمعی و شعور همگانی تشخیص خودش رو میده یعنی این مرزها رو دولت ها نباید تعیین بکنن اگر دولت ها تعیین کنن بسیار خطرناک میشه هر چیزی باید بیان بشه بعد تو روند قضاوت عمومی یا پس زده میشه یا پذیرفته میشه 90 درصد این جوک ها امروز گفته میشه فردا فراموش میشه از بین میره بعضیهاش هم میمونه به خاطر اینکه زیر ساختاش میخوره به اون قوم مثلا فرض کنید مثلا اگر در مورد کورت کسی بیاد جوکی بسازه که اینها هستن نمیدونن پس یعنی چی خب این به کسی توهین نمیشه ولی درستم هست به واقعیت هم میخوره یا در مورد کلاهایی که سر مثلا گفته میشه که کلاهایی که سر لورها میره به خاطر مهمون نواز بودنشون مهربون بودنشون خب اینا توهین نیست اینا بیان ویژگی های قومی هست ولی مثلا جوکایی ساخته که ساخته میشه جوکایی که مثلا بیان میکنه که رشدی ها یا شمالی ها ولنگار هستن به لحاظ جنسی خب اینا توهینه یعنی واقعا باید جلوش گرفته بشه ولی من فکر میکنم اگر توی جامعه حاکمیت قانون برقرار باشه همه میتونن آزاد باشن و هیچ کسی هم از آزادی سو استفاده نمیکنه چرا؟ حالا این جو که توی این مقاله نمیگنجه ولی مثلا من به عنوان ژورنالیست بیام یه مقاله بنویسم که در اون به قوم کرد توهین شده باشه مثلا یا تحقیر شده باشه یا نجات پرستانه باشه فلان اگر یک نظام قانون من در جامعه باشه خب یه تشکیلاتی در کردستان یا یه شخص کرد میتونه از من شکایت کنه بنده رو میکشه دادگاه من مجبور میشم اصخایی کنم اگر اشتباه کرده باشم خلاف قانون عمل کرده باشم و جریمه بشم دفعه بعد دیگه این کارو نمی کنم یا کمتر میکنم همه این نابسامانی هایی که ما داریم من معتقدم ناشی از اینه که ما تو یک جامعه قانون من زندگی نمی کنیم یعنی به جای اینکه قانون داشته باشیم چماق داریم چماق حاکمیت رو داریم حاکمیت میگه این کارو بکن اون کارو نکن اگر حاکمیت گفته مجاز دونسته باشه شوخی با اقلیت رو بعد هر کسی میتونه هر شوخی بکنه کسی هم باش کاری نداره ولی قانون نمیتونه این کارو بکنه قانون میاد مرزها رو قانون میتونه تعریف بکنه وقتی قرار شد درباره مرزهای آزادی مثلا مطبوعات یا آزادی بیان قانونی تصویب بشه اون موقع خبرگان میشینن کارشناسان این فن میشینن مرزها رو تعیین میکنن و همه مجبور میشن رعایت بکنن